با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین. خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. خب دوستان، بریم این ویدیو رو هم با یه خبر توپ و درجه یک شروع کنیم. ایران رتبه اول منطقه در تولید واکسن. وزیر بهداشت امروز اعلام کرده که بر اساس رتبه بندی جدید سازمان بهداشت جهانی، رتبه اول منطقه در تولید واکسن در اختیار ایران قرار گرفت. تو با تولید دو واکسن بسیار مهم، واکسن نموکوک، یکی از واکسن های مهمه، میدونی که ویروس نموکوک میتونه در بسیار از جاها مشکل ایجاد کنه، من جمله در چیزی که ما به عنوان سینه پهلو و نامیشناسیم، میتونه که جلوگیری بکنه بیماری ریوی یا بیماری در واقع ویروسی روتاویروس که بیماری بسیار شایعی در بچه ها هستش و ما فعلا نیاز به واردات داریم، ولی انشالله اون پروژه هم رو بتونیم تمام بکنیم که تقریبا این پروژه در شروع کار دولت از صفر شروع شده و الان نزدیک به 40% تونسته که پیش بره. فکر میکنیم انشالله تا سال آینده ما بتونیم اون رو هم افتتاح بکنیم. اشاره هم به جایگاه ایران در صنعت واکسن سازی در مقایسه با جهان داشته باشیم. خب ما خوشبختانه با توجه به قدمتی که در واکسن سازی داریم که گفتم نزدیک به یک قرن هست که واکسن سازی داره انجام میگیره، تو منطقه حرف اول رو جمهوری اسلامی ایران میزنه تو تقسیم بندی که سازمان بهداشت جهانی داره در منطقه. اما همزمان با کسب این عنوان توسط کادر درمان درجه یک و افتخار آفرین ایران، مثل اینکه آقای رئیسی هم با یه عده اتمام حجت کرده و هشدارش رو به همونایی که باید مخابره کرد. رئیس جمهور ساعتی پیش اعلام کرد نیروهای مسلح آزادند از هر گونه تغییر در مرزها جلوگیری کنند. نیروهای مسلح ایران میتوانند از هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و تغییر مرزها جلوگیری کنند و حضور نیروهای خارجی در منطقه نامطلوب است. همچنان هیچ گروه تجزیه طلبی در مرزهای ایران حق داشتن سلاح را ندارد. همونطور که متوجه شدین، این پیام مخاطبان خاص زیادی داره، از مقامات اقلیم کردستان تا الهام و حتی اردوغان. اونی که باید پیامو گرفته دوستان و همه هم خوب میدونیم که ایران در این زمینه، یعنی امنیت ایران و ایرانی و خطوط مرزیش، با احدی شوخی نداره. حالا چرا اینو میگم؟ بریم با هم یک کلیپ در همین زمینه ببینیم، روایتی از سلحشوری های کلاه سبز های نیروی دریایی ارتش در آغاز جنگ تحمیلی در دفاع از خرمشهر. 31 شهریور 1359 ارتش پرتوان عراق از زمین و آسمان به خاک ایران حمله کرد. صدام که هیچ سازمان نظامی را جلوی خود متصور نمی‌دید، در برابر دوربین‌های تلویزیونی ادعا کرد یک روز خرمشهر، 3 روز خوزستان و 1 هفته بعد از آن پیام فتح ایران را در تهران مخابره خواهد کرد. اولین و مهمترین هدف آنها فتح 24 ساعته خرمشهر بود که پل پیروزی او برای تصرف خوزستان بود. اما ارتش عراق فکر بعضی چیزها را نکرده بود. اینکه ممکن است کسانی باشند که محاسبات ارتش تا دندان مسلح صدام را نقشه برآب کنند. تکاوران نیروی دریایی ارتش که دوربین های عراقی آنها را به کلاه سبزشان می شناخت. تکاوران نیروی دریایی ارتش نیروهای زبده‌ای بودند که پس از سپری کردن 9 ماه آموزش‌های سخت و طاقت فرسا در پادگان آموزشی منجیل، افتخار عنوان تکاور نصیبشان شده. جنگ در کوهستان، جنگ در کبیر، جنگ در جنگل، دریا، چتربازی، غواصی، پیاده شدن در ساحل دشمن، شناسایی ساحل دشمن، شناسایی عمق دریا، یعنی براش موانع معنی نداشت. ناخدا هوشنگ صمدی مأمور شد تا به عنوان فرمانده گردانی از تکاوران نیروی دریایی مسئولیت دفاع از خرمشهر را به عهده بگیرد. آنها به همراه بخشی از مردم محلی و سپاه خرمشهر تحت شرایط دشوار و میان آتش شدید خمپاره‌های دشمن به صورت خانه به خانه و پارتیزانی می‌جنگیدند. امنیتی جا وجود نداشت. نمیتونست یه جا ثابت بمونی. دائم باید توی تحرک و حرکت می بودی.
انقدر جنگ در توی گمرک خرمشهر نزدیک بود که گاهن ما اونا رو با نفرات خودمون شاید اشتباه میگرفتیم، یعنی چون لباساشون تقریبا شکل خودمون بود. تکاورها نمیخواستن خرمشهر سقوط کنند. با همان بضاعت اندک تا روزهای آخر ماندند و خواب را به چشمان بعثی‌ها حرام کردند. هر شب بلا استثنا ما به یگانهای عراقی تک می‌کرد، به تانکاشون، به توپخانه‌شون، به نفراتشون، در هر جایی که مستقر بودن. 24 مهر شبی است که درگیری خیلی شدیدی به وجود میاد و خرمشهر به خونین شهر تغییر نام پیدا میکنه. چه شد که شب 24 مهر تازه رسیده به خیابون 24 متری؟ به چند تا خیابون داره خرمشهر که یه لشکر زرهی میخواد واردش بشه اینقدر معطل بشه؟ این مدافعین خرمشهر باید چقدر از خود گذشته باشن، چقدر باید شهامت و شجاعت و سلحشوری داشته باشن که من در مقابل اینا واقعا همیشه سر تعظیم فرود آوردم، چه نیروهای مردمی چه نیروهای پرسنل خودم. واقعا افتخار کردم به این انسانها که اینقدر شجاع و سلحشور از مملکت انقلاب خاک میهن دفاع کرد. 34 روز ما این عده را پشت دیوارها نگه داشتیم. ایستادن و شهید شدن آگاهانه خیلیه، افتخار میکنیم که باز یگانی بودیم که یک ضربه، یک طعم شکست جانانه ای رو به دشمن وارد کرد. تازه اونجا فهمید که باز من همیشه اینو میگم، هر بیشه گمان نبر که خالیست. 34 روز مقاومت در خرمشهر نگذاشت خوزستان سقوط کند. نیروها به امید برگشت شهر را ترک کردند. 19 ماه بعد سرانجام در 3 خرداد 1361 تکاوران نیروی دریایی دوباره وارد خرمشهر شدند و پرچم پیروزی را در دست گرفتند. در حالی که این مردان بزرگ اینجوری از خودشون و خانواده هاشون گذشتند و ایران رو با چنگ و دندون نگه داشتند، یه عده مفلوک هم اینجوری دارن دست و پای بقیه رو ماچ میکنن و اون جماعت هم از حماقت این بدبختان خود حقیر پندار استفاده و کاسبی میکنن. نگاه کنین چه راحت دست یاسمنگولا رو ماچ میکنه، احتمالا قبلش رفته یه 1000 دلاری کارت کشیده. چرا؟ به این تصویر نگاه کنین. سخنرانی یاسمین پهلوی در روز سالگرد مرگ نیکا شاکرمی. قیمت بلیط ها عادیش 150 دلار ناقابل، VIP هم 250 دلار ناقابل، اما اگر بخوای همراه شازده خانم غذا بخوری، یعنی ناهار اختصاصی با خانم پهلوی، 450 دلار. احتمالاً آپشن های پولی دیگه‌ای هم داره که فقط برای یه سری های خاص بازه. بالاخره خرج جلسات یوگا بالاست، باید یه جوری خرج در بیاره. اما حال و روز واقعی این جماعت رو بریم تو این گزارش 2 دقیقه‌ای ببینیم. طیف‌های بسیار مختلف سیاسی، چهره‌هایی دوره هم اومدن، ولی بعدش در واقع چند هفته به درازا نکشید و فرو پاشید. از این جمع و سرنوشتش میگویند، از منشوری که برای همبستگی نوشتند و گسست. هرچه زمان از جنبش بیشتر گذشت، میزان انشقاق ها متاسفانه بیشتر بود. برخیشان میگویند نه تنها اتحادی به دست نیامد، بلکه دشمنی ها هم بیشتر شد. در حال حاضر نه تنها اون همبستگی اولیه وجود نداره، بلکه نوعی تخاصم جای اون رو گرفته. حالا چند ماهی است که در محافلشان به دنبال مقصر شکست می‌گردند. اپوزیسیون با خودش بیشتر دعوا داره با جمهوری اسلامی. برخی علت شکست را جدا شدن لیدرها می‌دانند. این ائتلاف همون روزی که اعلام کرد وجود خودش رو با شکست مواجه شد، چون 2 نفر از کسانی که از ابتدا با اینها بودن از همونجا جدا شدن. برخی دیگر هم می‌گویند نباید گدایی قبر را می‌کردند. از این اتاق بوده، از این جلسه به اون جلسه، از این کشور به اون کشور. من ازارش بمان شخصی خیلی دوستش دارم بلالان مکرده، ولی احر من قبول کنید به اندازه گاب نمیخواد، به اندازه گاب مهربان نمیخواد. تو اون ملت بدبختی
که راه میفته میگه با همین امیدمون بمونه. اونسوری که بلند میشه کاسه گدایی میگیره دستش و میره نمیدونم به پاریس و عرض کنم لندن و واشنگتن و تل آویو و کجا و کجا که آقا یه ذره آزادی، یه ذره حمایت، یه ذره دموکراسی به ما بدید، من این رو به هیچ عنوان عنصر آگاهی نمیدونم. موقعی که شما نشستید سرنوشت تاریخیتون رو کاخ الیزه و آقای بایدن و جوزف بورل تعیین بکنن، خب معلومه دارید میگید آقا بقا برای ما مهم نیستش. و حالا در برخی محافل اینطور جمع‌بندی میکنند. اینجور تنش ها بیشتر دارن به چشم میان و یک دلیلش این هستش که یک ناامیدی وسیع بسیار گسترده و عمیقی حاکم شده. مثلا 25 شهریور و الان نصف بیشتر مملکت ما رفتن خارج از تهران. همونایی که الان رفتن شمال دارن جوج کباب میکنن و اهدافی که خودشون هدفی که مطرح کردن این بوده که ایجاد اتحاد بشه، ایجاد همبستگی، وفاق ملی، محقق نشده این هدف متاسفانه. از دولت آمریکا خبر رسیده نه تنها از کمک‌های بیشتری خبری نیست، بلکه باید به سمت زندگی پنهانی بروید و دیگر نام و نشانی از شما نباشد. به جای اینکه محافظت بکنن از شهروندشون که بیاد و از آزادی بیانش استفاده بکنه، در مورد حقوق بشر، نقض حقوق بشر توی ایران حرف بزنه، بهش بگن برو هم اسمت رو تغییر بده، اسم فامیلت رو تغییر بده، سوشال سکرتی نامبر یعنی چی؟ یعنی تو هیچ شغلی نمیتونی داشته باشی، برو یه گوشه‌ای و اساساً ناپدید شو، اصلاً محو شو. حالا شاید یه سری از همین جماعت بگن که نه آقا اینجوری ها نیست و صدا سیما خیلی گزینشی گزارش تهیه کرده و از این جور مزخرفات. خیلی خوب آقا، اصلاً گیریم که شما درست میگی. این چی میگه؟ این اعتراف حامد اسماعیلیون به اختلافات شدید اپوزیسیون و شکست پروژه ZZA حتی در خارج از کشور. تظاهرات ایرانیان در تورنتو در کشور در شهرهای مختلف و کشورهای مختلف تفاوت محسوسی دیده میشد بین اونچه که در چند ماه گذشته و در یک سال گذشته دیدیم با اونچه که در سالگرد مهسا بود. فکر میکنید چقدر اپوزیسیون مقصر این وضعیت است و این شکاف هایی که الان به نظر میاد باعث شده که تظاهرات اونچنان نباشه نسبت به گذشته در خارج از ایران؟ البته آن تصویری که من دیدم و دیگران دوستانی که با هم کار میکنیم، خب در 70 شهر به طور همزمان تظاهرات انجام شد. بسیاری از این اختلافات وجود داره، قابل کتمان نیست و باید در موردش حرف زده بشه و ممکنه نهایتاً به هیچ تفاهمی هم منجر نشه، ولی نهایتاً ما بپذیریم که این اختلافات وجود داره، ما باید به گفتگو با هم ادامه بدیم. به هر حال این روند به نظر من کند و فرسایشی است و سخت خواهد بود، ولی ناچاریم که صبور باشیم و منتظر تحولات آینده. اینو که دیگه یکی از لیدرهای سابق خودتون داره میگه. حتما شما هم نظرتون رو در مورد حرفای این و اوضاع خفتبار این جماعت برامون کامنت کنین دوستان. خیلی ممنون و متشکریم که تا انتها مثل همیشه با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه رفقاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.